در برنامه های هفته گذشته در ارتباط با کنگره 23 سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر صحبت کردیم. کنگره ای که نام کارل مارکس رو با خودش داشت به مناسبت 200 سالگرد تولد او، و در ارتباط با سند سیاسی صحبت کردیم. از جمله اشاره داشتیم به این که برخلاف دوره قبلی انقلاب 57، مردم ایران امروز تا اندازه زیادی چشم‌اندازهای روشنی دارن از خواستهای خودشون و میدونن که چی رو میخوان. منتها تاکید کردیم که صرف این آگاهی بر این خواستها و گرایش مردم به سرنگونی جمهوری اسلامی به معنی نیست که به طور خود به خودی سرنگونی جمهوری اسلامی منجر به برآمدن سیستمی بشه که این خواستها رو برآورده میکنه، و از اونجا بر اهمیت حضور چپ در این جنبش و تاثیرگذاریش صحبت کردیم. در آخرین گفتگویی که داشتیم شما تصویری از اون چپی رو که سوسیالیسمی رو که در حقیقت سازمان ما نمایندگی میکنه و معرفش هست رو بیان کردید. اگر اجازه بدید در برنامه امروز به این بپردازیم که با توجه به اینکه گفتیم چپ کمرنگ هست نقشه در ایران و در جنبش کنونی، بر اساس آنچه که در سند سیاسی ما آمده، ما چه وظایفی رو برای خودمون قائلیم و فکر میکنیم که چطور میشه به همگرایی چپ برای اینکه نقش موثرتری در روند بقای داشته باشه کمک بکنیم و چه راههایی رو باید در پیش گرفت؟ بفرمایید. اولین مسئله عبارت از اینه که برای چه روشن بشه که مسئله چه هستش. چپ همونطور که در اون قطعنامه کنگره آمده، چپ سازمان یافته ضعیفه. البته کلن در چپ در حاشیه هستش و دلایلش رو هم قبلا اشاره کردیم دیگه، که چون در واقع اینکه سوسیالیزمی که امروز بایستی مطرح کرد و اینها، با اینکه سوسیالیسم حتی قدیمی تر از اون سوسیالیسم حزب دولت هاست، به یه نحوی سوسیالیسم همون خود مارکسه. در واقع اون چیزی که اون اشاره میکرد و اون براش مبارزه میکرد، یعنی سوسیالیسمی که دموکراسی عمیقی درش هست، همه احزاب آزادند و این داستان ها، ولی اون تاریخ متأخرتر، یعنی که بعد از انقلاب اکتبر، باعث شده که اولا اون ماجرا که گویا سوسیالیسم یعنی یه حزب میره بالا دیگه نمیاد پایین، بعدن هم اونم که فرو ریخته همه بلافاصله میگن به مسئله سوسیالیسم صحبت کردیم. فرق شما با کره شمالی چی هستش؟ این همیشه صحبت کردیم. این مسئله اولین نوع سوسیالیسم، چه نوع سوسیالیسم میخواهیم، این خیلی مسئله مهمیه. مسئله دیگری که هستش اینه که چون اون پراکندگی هست و اینا، نه تنها در ایران، در همه هر جای دنیا، چپ در واقع با یه معضل بزرگ به اصطلاح از زیر آوار اون شکست‌ها بیرون آمدن هنوز. بنابراینه که پراکندگی هست درش، مثلا آشفتگی هایی هست و اینها، منتها افق دیگه روشنه. حالا روشنه که چپ میتونه جواب آینده باشه و فقط چپ میتونه جواب آینده باشه برای خود. در واقع چپ ها به این روشن هستش. به عبارت دیگر جهان ما، اصلا دارم تاکید میکنم روی این کلمه جهان، چپ رو میخواد، سوسیالیسم رو میخواد. این همه جا مشهوده. سرمایه‌داری در واقع ما رو به یک پرتگاه نزدیک کرده و واقعا فضای وحشتناکیه. منتها مسئله ای کسش در ایران ما این چیزها مضاعفه. بخشی از چپا حتی با جمهوری اسلامی همکاری کردن، متاسفانه میدونیم دیگه که چه، مثلا حزب توده، نمیدونم اکثریت، بعضی از ماویستا فلان، اینا رو نباید فراموش کرد که به اصلاح چیزه همکاری هایی کردن و اینا، و خیلی هم مثلا از در واقع جمهوری آجب جمهوری اسلامی صحبت میشه، فکر میگن که اینا رو که چپا روی کار آوردن، مخصوصا مثلا سلطنت طلبا، لیبرال ها فلان، خیلی تاکید دارن از این نظر چپ رو خراب بکنن. واقعیت اینه که همه چپ این کار رو نکردن. چپ نظر این که ما با همه اونهایی که همکاری نکردن با جمهوری اسلامی از لحاظ فکری و فلان، با بعضی هاشون اختلافات چشمگیری داریم، ولی انصافا همهشون همکاری نکردن. مثلا سازمان پیکار رو در نظر بگیرید. پیکار، من تایید نمی‌کنم همه اون چیزهایی که اونا میگفتند و اینا، ولی واقعیت اینه که یه حزبی بود که در واقع میشه گفت حالا یک سازمانی بود که میشه گفت سازمان شهدا،
بالای 800 نفر از این سازمان کشته شدند و اینا، یعنی اینا چیز نبود، هیچ وقت هم همکاری نکردن انصافا، یعنی اینا رو مثال میزنم به این کار رو. و دیگرانی هم هستن از جمله سازمان ما از روز اول تا قبل از پیکار و اینا، حتی پیکاری اون اوائل بعضی هاشون علیه ما مقاله نوشتن، از جمله روحانی که از رهبران پیکار بود و اینا مثلا مقاله نوشتن چه اینا دارن خیلی تند میزنن و فلان و برمان از این چیزها، بعدن البته نظراتشون رو عوض کردن و اینا. ولی میخوام این نکته رو بگم که از روز اول ما مخالف بوده، ولی اینها افتخارات گذشته فلان برمان، اینا صحبت کردن در اینها اطلاق وقت اصلا چه چیزها. امروز چی طرفدار سوسیالیسمه و چه سوسیالیسمی میخواد مسئله بارد از اینه و چطور میشه سازمان داد. ببینید همون چه صحبت کردیم اشاره کردید، چپ واقعیت اینه که در جامعه مسائلی هستن که فقط چپ میتونه جواب بده. مثلا همین الان این فقر و فلاکت عمومی که هست، این مسئله ایه که چپ حتما میتونه جواب بده. بعضی از مسائل دیگه هستن، مسئله ملیت ها خیلی ها هنوز که اصلا تا صحبتش میکنی اصلا بلا فاصله حاضرم تبر و بر دارم و گردنت رو بزنن که شما تجزیه طلبی و فلان. بابا چه کی تجزیه طلبی اصلا؟ اصلا صحبتی نیست، ولی باید ملیت های ایران، زبان های مردم ایران، بعد حق تعیین سرنوشتشون و اینا رو رزلات به رسمیت شناخت، به رسمیت نه که دو حرف به رسمیت، و واقعا حقشون رو به رسمیت بشناسیم، منتها تلاش کنیم که یک اتحاد داوطلبانه به وجود بیاریم. و خیلی از مسائل دیگه و از جمله که حالا همه مسئله زنان، حالا همه طرفدار زنان هستن، زنان فقط این نیست که حق رأی داشته باشن، حجاب برداشته بشه فلان بشه، حجاب اجباری و فلان، بلکه مرد سالاری نیشه های قوی داره، نه تنها در اسلام، در حتی غرب هم نیشه های قوی داره. میدونید که این به این سادگی ها نیست. اینو واقعا سوسیالیست ها طرفدار، کمونیست ها طرفداران اصلاح، یک نظام دیگری که بر اصلاح مرد سالاری توف میکنه میتونه بر واقع اینو برداره. هرچند که پیشرفت های چشمگیری شده، ولی چپ مهمه. در این دو سازمان یابی خیلی کلیدیه. کیها؟ اولا برای آنکه معتید نشه که بیایید به ما بپیوندید، من قبل از همه بگم که این سازمان یابی اساسش باید در داخل باشه. یعنی میدونید که دست خارج، بارا من گفتم بازم تاکید میکنم، از ریش سفید ها و ریش سفید ها چیزی در نخواهد اومد. همیشه انقلاب نسل جوان، مال انقلاب نه مال نسل جوان. حالا هم جمعیت ایران جوانه اصلا، یعنی به طور خیلی چشمگیری جوانتره و جوانان ما تحصیل کرده هستن. ما مثلا مقایسه، من خودم رو میگم، مقایسه میکنیم جوانیمون رو با جوانی مثلا 20 سالها و 30 سالها امروز، خیلی جلوترن اینها و تشکلهایی که هست و اینها گرایشاتی که هست مسلمه که دا تفکرات سوسیالیستی و کمونیستی و فلان آشنایی ها در اعماق بیشتره. همچنان من معتقدم که بایستی حتما از اعماق بلند بشه، در بین روشنفکران، تولید کنندگان فکر در ایران خیلی مهم هستن، چه پیر چه جوان، اونهایی که در این حرکت ها شرکت می کنند یا در طول این سالها تلاش کردن مثلا بذر پاشی بکنن دو فلان، اینها مهم هستن، تعیین کننده هستن. از خارج نمیخوام بگم که هر کسی که در خارج باشه باید نفرینش کرد دو فلان، این درست نیست، احمقانه، نمیگه چون ما در خارج هستیم، ولی اساس در داخله. بعدم یک نکته خیلی کلیدی عبارت از اینه که اگر واقعا میخواهیم متحد بشیم، همون سوسیالیزمی که واقعا به دموکراسی متکیست بر مبنای اون میتونه رشد بکنه، وگرنه جواب سلام مارکسیست ها رو چپ ها رو کسی نخواهد داد اصلا، چون اون امکان احیاش وجود نداره. منتها چطور میشه با هم گرد اومد؟ یکی از شرایطش اینه که هیچ کس خودش رو مرکز عالم ندونه، در واقع همه دستشون رو به طرف همدیگه دراز بکنن و همه به همدیگه بپیوندن. این نکته خیلی مهمیه. برای اینکه این قضیه رو چیزش رو بزنم، همین الان نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای دیگه، مثلا داره چون تو خودت چون دنبال میکنه میدونم اینا رو خودت بهتر میدونی، مثلا در آمریکا برای اولین بار مسئله سوسیالیسم مطرح شد دیگه، مثلا در آمریکا کفر بود. خب
چطوری جمع میشن؟ بعضی هاشون که اصلا اولین بار کشف میکنن سوسیالیسم رو، یا جریانی که مثلا اگر قرار نباشه سوسیالیست ها به حزب دموکرات بپیوندن خودشون دور هم جمع بشن. توجه داشته باشید مثلا وقتی برنی ساندرز حتی دعوت کرد از اونهایی که بهش ازش حمایت میکردن که به هیلاری کلینتون رای بدن، خیلی ها از جمله خیلی از جوانان ایرانی در آمریکا حاضر نشدن به چه چیزی تم بدن. یعنی میخوام خودشون پایه بگذارن، بنیادی بیفکنند و اینها. در اروپا این چشمگیرتره، منتها در همه جا الگوهایی داره که الگوهای آموزندهی هستن. در واقع جریانهای مختلفی که در یه چند تا نکته خیلی کلیدی با همدیگه وحدتهایی دارن یا نزدیکیهایی دارن ولی اختلافات زیادی دارن، اینها با همدیگه نزدیک میشن و سعی میکنن یک بلوچی به وجود بیارن. بلافاصله یک حزب خیلی شسته رفته ممکنه نتونه شکل بگیره چون پراکندگی هستش. مثلا بعضی جاها یه حزب بزرگی هست، مثلا در انگلیس حزب کارگر که در واقع از بالا گرایش سوسیال دموکراسی چپ اون رو به رهبری جرمی کوربین مثلا چون رهبری گرفت و فلان، ولی با موانع بزرگی رو برز. چنین اتفاقی در جاهای دیگه رخ نمیده. مثلا مهمترین کشور از نظر جمعیت و از نظر اقتصاد و فلان اروپا آلمان دیگه. در آلمان مثلا حزب چپ یا دیلینکه مثلا حزب هنوز کوچه چیه و آشفتگی های زیادی توش هستش. مثلا در ایتالیا چند بار تلاش شده که مثلا به اصطلاح اون دوباره پیافکنی حزب کمونیست بشه، ریفونداسیونه میگفتن اصلا در واقع بنیانگذاری مجدد حزب کمونیست و فلان، منتها اومدن در دولت به اصطلاح بورژوایی فلان شرکت کردن، همه چیز رو برباد دادن و فلان. در مثلا یونان این تجمع جالبی شد از گرایش‌های مختلف، ولی یه دفعه یه دی بودن اورو کمونیستا فلان همه چیز رو برباد دادن که اصلا در واقع شدن در واقع قمکش در واقع اتحادیه اروپا، بانج جهانی نبرز صندوق بین المللی اون ترویکا میگن و فلان اینا دیگه. اینا خب طبیعیه که این چیزها افتخیزهای بزرگی در جریانه، ولی آموزش این آموزنده است، این الگوی نزدیکی گرایش های چند. یعنی این که مثلا یک کسانی به یک کسانی بپیوندن، یک کسانی خودشون رو مرکز بدونن و از دیگران دعوت کنن به ما بپیوندید، از این چیزی در نمیاد. گرایشات مختلف به هم دیگه بپیوندن، دیالوگ های فشرده داشته باشن و در واقع از توی این یک بلوکی ساخته بشه و هرچه جلوتر بره تحکیم بیشتری پیدا بکنه در جریان پیکارهای طبقاتی تند و تیزی که در پیش چپ هست دیگه، پیش بزنا سوسیالیست ها و کمونیست ها و فلان. در اینجا من اجازه بدید با توجه به نیمی از وقتمون الان به پایان رسید یک جنبندی تا اینجا بکنیم و بعد سوال مشخصی رو مطرح بکنم. اونطوری که الان شما دارید صحبت بکنید در حقیقت در ارتباط با جریاناتی داریم صحبت میکنیم مثل خود سازمان ما که در خارج از کشور هستن در حقیقت، یا حداقل میشه گفت که بخش سازمان یافتهشون، با توجه که به هر بسیاری از رفقای ما و دیگران در ایران هستند و حضور دارن، ولی با توجه به حضور سرکوب و دستگاه وسیع سرکوب، این صحبتایی که شما میکنید در رابطه با اینکه بیاند و بشینن صحبت کنن در ایران که متصدر نیست، بنابراین ما الان داریم از زاویه خودمون در خارج از کشور صحبت میکنیم. سازمان ما جزء اگر نگیم که نقش تعیین اصلی رو داشته، به هر حال نقش تعیین کننده داشته در حرکاتی که در همین رابطه صورت گرفته. من جمله اتحاد چپ کارگری رو داشتیم، سالها اونجا فعال بودیم و میتونیم به جرات بگیم که مفاهیمی مثل آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی و سازمان ما و رفقای جریاناتی که هم فکر ما بودن اونجا مطرح کردن و امروز به عنوان یک پدیده، یک پرنسیب دقیقاً جذاب و مورد اعتقاد بسیاری از چپ ها مطرح است. اون حرکت به جایی نرسید، بعد از اون ما اتحاد جریانات چپ و کمونیست رو داشتیم، اونجا هم باز سازمان ما مفاهیم دیگه رو مطرح کرد، من جمله همون چیزایی که
در گفتگوی گذشته بهش اشاره کردید، در رابطه با حق تعیین نظام و تغییر نظام به وسیله مردم و اینا، و در نهایت هم اون بحث رژیم چنج مورد به اصطلاح با همکاری امپریالیسم، و میشه گفت که اینا جزء افتخاراتی است که به هر حال سازمان ما داشته و داره. امروز به طور مشخص چه راه حلی میبینیم برای اینکه جریانات خارج از کشور به هر حال حداقل بتونن همراه بشن، همگرا بشن، تا فردایی که فضایی به وجود اومد در ایران مثل اون دوران مثلا بلافاصله بعد از 57 بتونن این نقشی رو که باید به همراه مردم حساب چپ داخل ایران ایفا بکنن؟ بله، این نکته مهمیه. در داخل واقعیت اینه که قوتیز سرکوب، رژیم سرکوب مانع ایجاد میکنه، هرچند که بلوربندی های فکری اتفاق افتاده در داخل به نظر من چشمگیره، حالا چه از اونهایی که به سازمان های شناخته شده تعلق دارن، چون اونهایی که هنوز محفل هستن، چون اونهایی که به اصطلاح در واقع چیزهای جریان های فکری هستن هنوز، ولی به نظر من چشمگیره. مشکل عدم سازمان یافته نیستن چه. یعنی سازمان یافته یه وقتی میگیم حزبیت که بتونه در مقیاس وسیع با توده توهی دستان، زحمت کشان و در رأسش کارگران و اینها تماس بگیره. این مسئله و تنها این مسئله نیست، با مسئله ملیت های تحت ستم، مسئله زنان مسئله خیلی کلیدی است در ایران و خیلی از مسائل، حتی دموکراسی، مسئله دموکراسی چپ در واقع پیشگام مبارزه باید باشه. منتها در خارج این درسته، به اصطلاح ما در واقع وضعمون خرابه و خورمات بر نخیل دیگه، در واقع دستمون بهش نمیرسه. واقعیت اینه که در خارج ولی جمع شدن آسانتره، اینو میشه در خارج اتفاق بیفته، ولی در داخل هم زیر سرکوب این مهمه که چپ ها با همدیگه گرایشاتی دارن، همدیگه رو میشناسن، هرچه بیان که به اصلاح اون سرکوب رو نادیده بگیرن دو اینها، همدیگر کادرها و آدم های به اسلام پیشروان چپ شناخته بشن و قلع و قم بشن و اینها، خیلی خوبه که با همدیگه نزدیکی داشته باشن، منطقه متفاوت خواهد بود اون بلوربندی برای حزب و فلان و اینا. منطقه در خارج کشور پیدا کردن نه به اسلام تجمع یک بلوکی از چپ، و من در منظورم در وهله اول چپ دموکراتیک، چپی که در واقع به دموکراسی اعتقاد داره، آسان‌تر صورت میگیره و مسلمه که سرکوبی اونچنین در کار نیست. خود اینها اون به اصطلاح خودمداری های خارج مهم هستن. در اینجا مسئله که اهمیت خیلی کلیدی داره اینه که میتونه یک سلسله چیزهایی رو که در خارج آسانتر بیانش و اینها و اعلامش، در داخل کشور به شکلگیری اونها شتاب بده. با توجه به اینکه امکانات وسیعی حالا برای ارتباط گیری هست، خود نمونه نزدیکی چپ ها طرفداران سوسیالی در خارج از کشور خیلی مهمه. در این رابطه دو تا چیز خیلی خیلی کلیدیه. یکی باید از کمونیسم حزب دولت ها یا سوسیالیسم حزب دولت ها اجتناب بشه، چون اون آینده ندارد. یکی از سوسیال دموکراسی. سوسیال دموکراسی وقتی میگم میده که مثلا یه موقعی خود احزاب مارکسیست هم خودشون رو سوسیال دموکرات میتونستن، ولی سوسیال دموکراسی رو مثلا بذارید بعد از جنگ جهانی دوم، مثلا سوسیالیسم که ویلی براند درست کرد در آلمان، رسما در واقع سرمایه داری رو باش کاری ندارند و میمونن توش، و حتی اسم حزب هم گفتن حزب طبقه، نه حزب تمام فولکس پارتای دیگه مثلا فلان و اینا. مثلا تقریبا از نیمه قرن بیستم چنین سوسیال دموکرات اون هم به درد نمیکنه. علت اصلیش هم اینه که در واقع در سرمایه داری اتراق میکنه. این بایستی حتما برنامه انتقالی داشته باشه، یعنی اگر قرار باشه در سرمایه داری بمونند، سوسیالیسمی در کار نیست، چپی در کار نیست، به جایی نمیرسه.
بهبود سرمایه داری، اونم سرمایه داری متعفن امروزی که یه روزی در اول جنگ جهانی اول میگفته لاشه گندیده سوسیال دموکراسی. روزا لوکزامبورگ اون موقع میگفت چون با سرمایه داری موجود با دولت آلمان سازش میکردند و اینا، اون امروز گندیده تره. نمیشه ما، یعنی دموکراسی و دموکراسی مسلما قدم به قدم رادیکالتر باید بشه، چون دموکراسی در اون چیزی که میبینیم حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه برای تجمع چه منتها، یعنی این امکان پذیر میکنه ارتباط گیری ها رو فلان و بهمان رو، ولی کافی نیست، لازمه کافی نیست برای اینکه به اصطلاح مثلا یه حزب رای جمع کنی کافی نیست برای جمع. یه حزب بسیج و فعال کردن پایین ترین ها که به عرصه اقدامات و جریان ها و تصمیم گیری ها چشیده بشن، از سطوح پایین در حتی در واقع در مثلا چیز به دست گرفتن شهرداری ها و اینا گرفته تا در به اصطلاح مناطق مختلف و کشورهای مختلف و انتقال به جاهای دیگه و اینها، و همچنین از نظر فکری به اصطلاح چیز کردن و اینها. بعد در رابطه با انتقال هم برنامه انتقالی نباشه عملا اتفاقی نمیده. برنامه انتقالی یعنی که برنامه گذار به سوسیالیسم، یعنی یه چیزی که یک دفعه مسلمه که برخلاف اون حزب دولت ها که یه دفعه حزبی میاد حاکم میشه همه چیز رو در دست میگیره و اعلام میکنه سوسیالیسمه. مثلا در خود شوروی اینطوری اتفاق افتادیه، مثلا مخصوصا در جنگ داخلی و فلان اون کمونیسم به جنگی پا گرفت و فلان همه چیز رو در دست گرفتن. چنین چیزی مسلما نمیتونه توده مردم رو، بخش بزرگی از کارگرا رو دوره به اصطلاح با هم متحد کنه. مثلا یه اصلی یه چیز ساده ای رو بهتون بگم، این نکته ایه که در اون 10 تا ماده ای که در بند دوم در فصل دوم مانیفست هست، مارکس و انگلس میگن که مثلا برای گام اول در اروپا در کشورهای پیشرفته این 10 تا اقدام مثلا میشه مثلا صورت بگیره. یکی از اونها مثلا الغای حق ارث. بعدم خود مارکس و انگلز متوجه شدن که اگر اینو اجرا کنن، بعضی هاشون حالا اصلا برآورده شده خیلی چیزا ملی کردن ها فلان و بهمان، ولی متوجه شدن مثلا الغای حق ارث ممکنه بخش بزرگی از کارگرها، حتی کارگرها هیچی هم ندارن، ولی چون میترسن مثلا یه آلونکی دارن که مثلا میخوان به بچه هاشون بذارن و اینا اینو از دستشون بگیرن، از دست بچه هاشون، ممکنه مخالف اصلا چیز باشن، حزب به اصطلاح سوسیالیسم باشه. بنابراین اینه که این چطور باید شکل بگیره، چه شکلی، این خیلی مسئله مهمه. یک دفعه تاکیدم اینه که نه یک دفعه صورت خواهد گرفت گذار به سوسیالیسم، برنامه انتقال سوسیالیسم یک دفعه از آسمان مثل در یه صاعقه وار بر زمین فرود نخواهد اومد، بلکه قدم به قدم اونقدر که مردم میکشن در واقع طبقه کارگر حاضر براش به جنگه به اصطلاح موافقه باش در واقع اقدام میکنه و قدم به قدم به قول مانیفست تناقضاتش هم دیده میشه این اقدامی که کردیم کافی نیست، باید یه چیز دیگه بذاریم و الاخر. مثلا همین الان به جای که مثلا به صنایع بزرگ رو بلافاصله ملی بکنیم و فلان، نمیگم نباید ملی کرد و اینا، ولی قبل از اون مثلا سیستم اعتباری در دنیای امروز که سرمایه‌داری مالی و جهانی شده است، ملی کردن بانک‌ها خیلی مسئله مهمیه. یعنی همه سیستم اعتباری باید در دست جامعه باشه، نمایندگان مردم دربارش تصمیم بگیرن، نه اون که مثلا بانک‌هایی که در واقع میلیاردرها و پشتش هستند و فلان ما تصمیم بگیر. اینا مسائل خیلی خیلی کلیدی هستن و طبیعتا بعضی از سیستم‌های به اصطلاح ضروری اقتصادی بایستی حتما به اصطلاح به یه نحوی در واقع در خدمت مردم قرار بگیرن، یا اصلا به دست مردم یا در خدمت مردم. اینا مسائلی هستن که خیلی کلیدی هستن. توضیحاتی که دادید در حقیقت مشخصات حکومت یا سوسیالیسمی بود که ما خواهان به اصطلاح برقراریش هستیم، اما پاسخ به این سوال من که اگر صحبت از همگرایی چپ میکنیم، اگر صحبتی که خودتون کردید مبنی بر یک بلوک چپ به اصطلاح اینکه دست ها را به هم بدن و غیره،
اون برای رسیدن به این مسئله به طور مشخص چه پیشنهادی داره سازمان ما؟ یعنی آیا این دو نمونه‌ای که تجربه کردیم میتونه تکرار بشه یا اینکه شکل دیگه ای داره؟ یه مقدار میخوام مشخص‌تر راجع به این صحبت. یه چیزی که خیلی نکته مهمی رو مطرح کردید، اون تجربه ما از اونها اینه که اولا افراد فرده ها رو حذف میکنن. یعنی چه؟ یعنی که عملا هر کسی یک گروه باشه، یک سازمان باشه، سازمانکی باشه، اونجا وارد میشه یا سازمانهایی به طور مصنوعی درست میشن و اونجا وارد میشن و هر کدومشون یه رأی دارن. و الان که افراد حالا در واقع افرادی که طرفدار سوسیالیسم هستن و افرادی که طرفدار سوسیالیسم هستن ولی در گروه ها و سازمان ها هستن، از اون منفرد ها خیلی کمترن. بنابراینه که باید بر مبنای یک فرد یک رأی باشه. دقت میکنید این تجمعات و اینها و حالا خودشون اونجا جمع میشن و اینها وقتی میانچه با هم دیگه در گفتگوها فلان و در اون مشارکت ها بلوک سازی ها فلان، هر چند نفری که فعال میشن باید اونها مبنا باشه و اونها تعداد رأی هاشون فلانشون هم بر مبنای فردی باشه. مسئله دیگری که هستش عبارت از اینه که حتما و حتما بایستی به اصطلاح جریان هایی باشن که حاضر باشن گفتگو کنن. یعنی حاضر به اصطلاح نه اینکه من یه چیزی دارم، پلتفرمی دارم روی میز گذاشتم، این نظرتون چه هستش؟ به اصطلاح یک کانال های گفتگو بیش از هر چیز، کانال های تفهیم و تفاهم در واقع درست، این خیلی کلیدیه. یعنی بیش از اینکه یک ائتلافی درست بکنه، میشد مثلا ائتلافی درست کرد برای یک سلسله اقدامات مشخص، ولی اون از اون ضرورتا اون بلوک بیرون در نمیاد. مثلا اینکه مثلا کارگرانی اعتصاب کردن یا مثلا یه مسئله دموکراتیکی هست که اعلامیه بدن، از اعلامیه دادن چیزی در نمیاد. بیش از این که اقدام باشه، این در وهله اول بایستی کانال های گفتگو باشه، کانال های تفهیم و تفاهم باشه که از طریق این کانال ها که یک کانال هایی باشه که به روی همه باز باشه و هیچ کس افسار و ترمزش رو در دست نداشته باشن و واقعا دموکراتیک باشه، بتونن به اصطلاح مراودات فکری اتفاق بیفته و از توی اینها عناصری که در واقع به همدیگه نزدیک هستن، فکر میکنن همگن هستن، به همدیگه نزدیک بشن. مثلا از 20 تا مثلا جریان متصور، مثلا 5 تا جریان به اصطلاح قابل دوام بیرون بیاد، مثلا اینطوری متأ افراد میسازن این رو. چنین کانال های گفتگو رو هم حفظ کنیم. این کانال های گفتگو یواش یواش تبدیل بشن، یواش یواش یعنی اول به اصطلاح روشن باشه چی میخوان، بعد تبدیل بشن به کانال هایی برای اقدام های سیاسی و اینا. به نظر من این خیلی مهمه، این دوتا نکته خیلی مهمه که خیلی به اصطلاح حتما کانال ها رو کور نکنیم، کانال های ارتباطی گفتگو رو نگه داریم. نکته دوم عبارت از اینه که افراد به اصطلاح مبنای به اصطلاح تجمع باشن تا گروه ها، نه اینکه گروه ها. مثلا فرض کنید که از سازمان راهکارگر که ما هستیم مثلا شما برید اونجا، ولی شما یه رأی خواهید داشت، نه بدن که من سازمانی پشتم هست و فلان و باید به من مثلا چند تا رأی بدید، یا اینکه سازمان من مثلا باید حق وتو داشته باشه. خب طبیعتا همه افراد حق وتو دارن، در چه کسی رو نبستن اونجا، چون تصمیم گیری های به اصطلاح اجباری در کار نیست، هر کس نخواد در اون اقدام شرکت نمی کنه. تا اینکه قضیه در واقع اونقدر به اصطلاح تحکیم پیدا بکنه که بلور بندی سازمانی امکان پذیر باشه. حالا همه چیز ژله‌وار، اصلا همه جریان ها باز در واقع شناور هستن به صورت افراد و نقش افراد خیلی مهمن. تعدادشون هم بیشتره در بین طرفداران سوسیالیسم. تصادفا در ایران همینطوریه. در ایران البته تشکل های به اصطلاح مطالباتی مثلا اتحادیه ها یا مثلا تشکل های دانشجویی فلان برمان، اینا خیلی وزن دارن. مثلا همه تشکل های معلمان، خیلی تشکل های زنان فلان، اینها هم وزن خیلی سازمانی هم دارن اولا. ولی خب اونجا همون چه شما اشاره کردید یه سرکوب هست که اینجا اون نیست، میتونه راحت تر باشه ولی دستش به جای بند نیست. اینها خیلی راحت تر میتونن گفتگو بکنن و بنابراین گفتگو با شتاب بیشتری میتونه
جلو بره و همگنی های ایجاد بکنه که چه میخواهیم و چرا اینجا دور هم میخواهیم جمع بشیم. ببینید این مسئله مهمیه، جایگاه خودشون رو در کائنات پیکارهای طبقاتی روشن میکنن و در هر حال طرحی هم برای پیشروی میتونم بهش دست بیابم. این مسئله است. البته مسلمه که آدم هایی که صاحب نظرند و اینها مسلمن در عمل نقش بیشتری پیدا میکنن، نه که دوتا رأی داشته باشند، رهبر جایی باشند و کسی باشند، دیگران خاموش باشند و اینا. نه، در واقع اینا قدرتی داشته باشند، قدرت اقناع کردنشون خواهد بود، نه چیز دیگر. یه چنین چیزی مثلا در نظر ما هستش. البته دیگران هم ممکنه طرحهای دیگری داشته باشند که ما از اونها میآموزیم، نظرات خودمون را میگیم. از همین بحث مسئله اینه که داد و ستد، گفتگوست، دست به هم دادنه. کسی به کسی نمیپیونده، کسی به کسی چیزی یاد نمیده، بلکه گفتگوی آزاد و خلاق البته اتفاق میفته و پیش میره و چیزهایی از توش در میاد. این مسئله هستش. با توجه به اون موفقیت ها و شکست هایی در گذشته در خارج کشور بوده، این شاید معقول ترین از همه باشه.